سپریدری استاد این پرتاب هاست، میاندازه بلند به محوطه جریمه، خیلی هم بلند، در اون سمت زمین موقعیت و توی دروازه، توی دروازه، گل برای تیم پرسپولیس. زاره در دومین هفته پیاپی گل میزنه و هوادارهای پرسپولیس در ورزشگاه به وجد میاره. دقیقه 67 تلسم دروازه ها شکسته میشه و زاره زنده گل هست برای پرسپولیس. پرسپولیس داره به صدر جدول نزدیک میشه. اگر اونها این بازی رو ببرن خیلی امیدوار میشن در ادامه کار. خب حالا مهدی شیری بازیکنی که به زمین خواهد رفت، بازیکنی که توپ رو خوب نگه میداره، تکنیک بالایی داره و میتونه با پاسای خوب خودش موقعیت ایجاد بکنه. هواداری پرسپولیس رو در ورزشگاه میبینید. ببینیم عکس العمل تیم تراکتور سازی چیه. یک حرکت از ترشیز، دفعه توپ از یاران پرسپولیس. خب اونجا خطای آلرام گرفته شد. اگر میتونستیم تصویر آیسته گل رو ببینیم. بله، نوستای توپ رو دفع کرد. اینجا در ادامه مسیر توپ اومد و رودباریا نتونست اون رو بگیره. گل خیلی بدی خورد، خیلی گل بدی خورد. یعنی شاید خودش هم بعدم ببینه باورش نشه که چنین توپی از زیر پاش رد شد و وارد دروازه شد. تغییر در ترکیب تیم پرسپولیس. کلاکج بیرون میره و شیری، مهدی شیری جاشو پر میکنه. توپ از دست میده. عیزا محمد، خطا، خطا به روی علیرضا محمد. زد حمله برای تیم پرسپولیس. یه ضربه چیپ و توی دروازه، توی دروازه، گل دوم برای پرسپولیس. کرانچا رو ببینید که چقدر خوشحاله. زد حمله بسیار سریع و گل دوم در درون دروازه تراکتور سازی قرار میگیره. حالا دیگه میتونیم بگیم پرسپولیس به روزهای خوبش برگشته. هرچند در نیمه اول خوب بازی نکردن اما در نیمه دوم جبران کردن و در نتیجه گیری هم عالی عمل کردن. زنده گل هوار مولا محمد که به خاطر خوشحالی عجیب و غریبش کارت زرد هم گرفت. رودباریان از دروازه فاصله گرفته بود و راحت دروازش باز شد. حالا بازیکنان تراکتور سازی تبریز توپ رو دوباره از دست میدن. نوروزی بین سه بازیکن خوب داره کار میکنه. نوروزی هنوز صاحب توپه که البته نمیتونه از این توپ استفاده بکنه. کرار پولادی، تجربه بازیکنان پرسپولیس چربید به بازیکنان تراکتور سازی تبریز. خیلی خوب زد هوا. یه لحظه تصمیم گرفت در دروازه بیرون بیاد. رودباریان دید فایده ای نداره تا برگرده. شب خوبیه برای هواداری پرسپولیس. روز 4 آبان ماه سال 88 در شروع بازی شاید هواداری پرسپولیس به کسب 3 امتیاز این مسابقه چندان امید نداشتن اما تیمشون در نیمه دوم به بازی اومد و داره بازی رو میبره. موقعیت برای بازیکن‌های تراکتور سازی و توی دروازه، توی دروازه، گل در واپسین لحظات مسابقه به وسیله خیرخواه که یه جوری داره عکس العمل نشون میده که برای زدن گل به تیم سابقش خوشحالی نمی‌کنه. به هر حال اختلاف دوباره به یه گل میرسه. تصویر آهسته رو ببینیم. کاملا احساساتی شده فرهاد خیرخواه. حالا یاران تراکتور سازی امید پیدا کردن. پولادی برای خود خیرخواه، دوباره پولادی توپش رو میزنند. خطایی در کار نیست. دمله از تیم پرسپولیس. یه ارسال دیگه به فضای پشت محوطه جریمه. رودباریان
دیگه وقتی باقی نمونده. خیلی دیر تونستن اختلاف رو کم کنن بازیکنان تراکتور سازی. پرسپولیس داشت دومین برد دویچ پیاپیش رو کسب میکرد که 2-1 شد بازی. شیری، مهدی شیری، اون طرف برای بادامکی، بازیکن سابق تیم ابو مسلم، از اون سمت نفوذ میکنه. نه خطایی گرفته نشده. آیا حیاب کاشانی در کنار کریم باقری. حالا دیگه همه منتظر شنیدن سوت پایان بازی هستن. وقت تلف شده هم دیگه به اون شکل باقی نمونده، یعنی تموم شده دیگه، وقت تلف شده. و این هم سوت پایان. برد 2-1 پرسپولیس در مقابل تراکتور سازی تبریز. این هم گلیه که خیرخواه به ثمر میرسونه. با زیرکی سر توپ زد، با پای چپ دروازه رو باز کرد تا تراکتور سازی بی نصیب نمونه در این مسابقه. میره سراغ آمار تا لحظاتی دیگه. یک بار دیگه تماشا میکنیم که خیرخواه چگونه این توپ رو مهار کرد، آورد به جایی که بازیکنی نبود و تونست راحت در